یکی از سوالاتی که زیاد از ما پرسیده میشه یا کسایی که برای اولین بار برای مشاوره میان نزد ما برای خرید دستگاه چاپگر یا دستگاه کلندر اینه که خب دستگاه مختلف تو بازار هست، مشتری هم گمراه میشه، دستگاه 4 هد، 6 هد، 8 هد، 16 هد، دستگاه مختلفی هستش، دستگاه 2 هد، دستگاه 3 هد. ما دستگاه زیاد داریم، یا شرکت ما یا دوستان ما تو شرکت های مختلف دستگاه های زیادی دارن، ولی یکی از توصیه های ما برای دوستانی که تازه میخوان شروع کنن کار چاپ پارچه رو، حالا یه روسری باشه یا کارهای مختلفش، اینه که ما توصیه‌مون اینه که شما دستگاه هایی که میخواید راه اندازی کنید برای این بار اول، یعنی اولین دستگاه رو میخواید خریداری کنید، با دستگاه 2 هد شروع کنید یا با دستگاه 3 هد شروع کنید. دستگاه 4 هد، دستگاه 6 هد، دستگاه 8 هد، دستگاه خوبی هم قابل احترام هم ما جسارت نمی کنیم برای دوستان، ولی برای کسایی که تازه کار میخوان شروع کنن دستگاه 2 هد یه دستگاه راحتیه که به قول گفتنی از لحاظ کارکرد برای شما استفاده از این دستگاه کیف میکنه، چون مشکلات کمتری داره، اذیت و آزار کمتری داره، یا کلن اصلا کارگاهی که میخواید راه بندازید، من اینجا بهتون نشون بدم، مثلا این دستگاه داره یه چاپ میزنه، یه نو چاپ داره میزنه، داره کار پرده میزنه، این دستگاه داره کار روسری داره انجام میده، این دستگاه همچنین داره کار سفارش روسری انجام میده، این دستگاه متاسفانه مشکل داره ولی دستگاه 2 هد 4 هد نیستش من بخوابونمش، 6 هد نیست من بخوابونمش، دستگاه های دیگه دارم، 2 هد دارم، دارم از دستگاه های دیگه هم استفاده میکنم، خب یه دستگاه خوابیده سرویس کار بیاد درستش کنه، یه دستگاه دیگه یه طرح دیگه داره روسری میزنه، یعنی من وقتی که دستگاه های 2 هد داشته باشم میتونم طرح های مختلف مشتری های مختلف رو انجام بدم. حالا این دستگاه توانایی کار 24 ساعته رو دارن، نگاه نکنید دستگاه مثلا 2 هد 3 هد یا مثلا دستگاه میره 6 هد 8 هد میشه، دستگاه صنعتی زیادی نمیشه، همین دستگاه ها با قابلیت سرعت بیشتر میشن، شما با همین دستگاه میتونید مشتری های مختلف رو انجام بدید. ما مخصوصا برای کسایی که خب سفارش بالا دارن، یه کار پارچه دارن، خب توصیه‌مون برای اونا اونی که مگه یه تر میخوام بزنم مثلا از دستگاه 8 هد میخوان استفاده کنم بیان، آره ما بهشون 8 هد رو توصیه میکنیم، چون چاپی که دارم مثلا شاید یه تر رو 1000 متر تکراری از یه تر دارم میزنم، ولی خب تو کارگاه های کوچیک یا کسایی که کار خدماتی میزنن از اونجایی که میدونن یه مشتری میاد 20 متر از این تر داره، خب یه مشتری بعدش داری پرده میخوای بزنی نمیتونید، شما خیلی سخت میشه تو دستگاه های مثلا 6 هد مثلا 4 هد لود کردن کاغذ، اپراتورتون خسته میشه. این نکاتی بود که از نظر ما برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن خیلی میتونه مفید باشه.